بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم رسیدیم به 50مین درس کتاب دوم العربية بین يديك در ارتباط با موضوع العالم و قرية صغيرة العالم و قرية صغيرة جهان یک شرک کوچکی هست این درس هم علت این موضوع رو برامون تبیین خواهد کرد که چرا گفته میشه که العالم و قریه صغیره و چه عواملی این موضوع رو باعث شده که جو دنیا بشه یک شهرک کوچکی موضوع روابط و اتصالات و کوتاه شدن مسافت ها عامل اساسی این موضوع هست به خاطر این متنی رو خواهیم دید برامون این موضوع رو توضیح خواهد داد در زمینه این متن هم با کلمات با ترکیب های جدیدی انشاءالله آشنا خواهیم شد در ابتدا برامون آورده تهیه مقدمه ای هست فکر فی الاجابه عن الاسئله الاتیه چند سوال آورده که این سوال ها رو باید پاسخ بدیم با هم ما وسائل النقل فی الماضی ما وسائل النقل فی الماضی وسائل نقل انتقال در گذشته وسائل نقلیه ما در فارسی میگیم وسائل نقلیه در گذشته وسائل نقلیه چی بوده الثاني ما وسائل النقل الحديثة وسائل النقل الجديد شي هاست الثالث ما وسائل الاتصال في الماضي وسائل ارتباط گرفتن اتصال پیدا کردن در گذشته چی بود وسائل ارتباطات الرابع ارتباط جمعي وسائل ارتباط جمعي در گذشته چی بود الرابع ما وسائل الاتصال الحديثة وسائل ارتباط جمعي امروز چی هاست این دو موضوع با مقارنه ای که بین این دو موضوع صورت میگیره خواهیم فهمید که چه اتفاقی افتاده و چطوری جهان به عنوان یک شهرک کوچک شناخته میشه اگر ما وسایل نقلیه گذشته و وسایل نقلیه جدید رو با وسایل ارتباط جمعی گذشته و وسایل ارتباط جمعی معاصر مقایسه ای داشته باشیم خواهیم تونست به این جواب به این سوال پاسخ بدیم که چرا جهان به عنوان قریه صغیره شناخته میشه متنی رو آورده که این متن رو هم در واقع توضیح دهنده همین موضوع هست این متن رو با هم گوش میکنیم و سعی کنید که با گوش کردن دقیق به متن بتونید جواب سوالاتی که بعد از متن میاد رو بدیم و در این میان درک مطلب اون هم بالا بره با هم گوش کنیم متن رو الدرس الخمسون استمع إلى النص وسائل النقل والاتصال قديما وحديثا يتكون العالم من 6 قارات ويبلغ عدد سكانه أكثر من 6 مليارات إنسان هذا العالم الواسع أصبح قرية صغيرة كيف صار ذلك؟ هناك سببان أولهما وسائل النقل الحديثة وثانيهما وسائل الاتصال الحديثة كانت وسائل النقل في العصور القديمة بطيئة جدا وكان الناس يسافرون مشيا على الأقدام ويحملون حاجاتهم على ظهورهم أو رؤوسهم ثم أخذ الناس يستعملون الحيوانات كالجمال والبغال والحمير في نقل حاجاتهم بعد مدة صنع الإنسان عربات صغيرة لها 4 عجلات تسير دون محرك ثم صنعت بعد ذلك المراكب الشراعية التي تسير على الماء صنع الإنسان في العصر الحديث مركبات تعمل بالمحركات فظهر كثير من وسائل النقل الحديثة مثل السيارات والقطارات والسفن والطائرات جعلت هذه الوسائل العالم قرية صغيرة فالإنسان ينتقل في ساعات من بلد إلى بلد ومن قارة إلى قارة وهذا يختلف عما كان في الماضي حيث كان الإنسان يحتاج إلى أيام وشهور لينتقل من مدينة إلى مدينة أما السبب الثاني الذي جعل العالم قرية صغيرة فهو وسائل الاتصال الحديثة مثل الصحف والهاتف والإذاعة والتلفاز والحاسوب والشبكة الدولية التي جعلت الإنسان يعرف أولا بأول
ما يحدث في جميع بلاد العالم. كانت وسائل الاتصال في العصور القديمة بطيئة جدا، فالإنسان يرسل الأخبار والمعلومات عن طريق صوت أو عن طريق العدائين أو عن طريق الحمام الزاجل، وكانت الأخبار تصل بعد مدة طويلة وقد لا تصل في كثير من الأحيان. این متن برامون یک وصف بسیار مختصری در ارتباط با وضعیت گذشته و حال و مقایسه ای که میتونیم انجام بدیم بین گذشته و حال در ارتباط با ارتباطات و در ارتباط با نقل انتقال وسایل نقل و روید وسایل نقلیه داشت که در حقیقت جامع بود در ارتباط با توضیح و تبیین این علتی که موجب کوچک شدن جهان میتونه تلقی بشه. کلماتی هم که در این درس هست در واقع اکثرشون رو قبلا ازش مروری داشتیم، ولی باز هم به خاطر اینکه نوعی تکرار یا مراجعه باشه در ضمن تمرین ها انشالله به این کلمات هم دوباره خواهیم پرداخت. اولین تمرین رو با هم حل میکنیم که در ارتباط با درک مطلب هست، استيعاب. تدريب الاول، ضع علامه الصحيح او علامه الخطا في المربع ثم صحح الخطا. عدد سكان العالم 4 مليارات، مليار در فارسی هم کار گرفته میشه. ما اونطوری که خوندیم تعداد جمعیت جهان 4 میلیارد نیست بلکه 6 میلیارد است. عدد سکان، سکان یعنی جمعیت. کم عدد سکان بلدی که تعداد جمعیت کشور چقدر هست؟ کم عدد سکان مدینتی که تعداد جمعیت شهر چقدر هست؟ سکان معنای شهروند یا به معنای جمعیت هست. از نظر الثاني عدد سكان العالم 4 مليارات، هذا خطا، بل 6 مليارات صحيح، هذا خطا. الثاني، اصبح العالم قريه صغيره بسبب وسائل النقل والاتصال. گفتیم اصلا شدن هست دنیا به عنوان یک شهرک کوچکی شده به خاطر وسائل نقلیه و وسائل ارتباط جمعی اتصال، هذا صحيح. الثالث، العربات الصغيرة من وسائل النقل الحديثة. العربات الصغيرة مثل دروشكا و مثال اینها که ما گاری اینها به کار گرفته میشد زمان قدیم، پشت اسب و پشت بقیه حیوانات کشیده میشد، اینها جزء وسایل نقل حدیث نیست بس که جزء وسایل نقل وسایل نقلیه قدیم بود. هذا خطا. صنعت المراکب الشراعیه قبل العربات الصغيره. مراکب شراعیه کشتی های بادبانی بود. شراع همون بادبان هست، مرکب همون کشتی گفته میشه. کشتی های بادبانی قبل از عربات صغیره نبود بلکه بعد از اونها بود. اول بر وسایل نقلیه زمینی اختراع شد، بعد از این وسایل نقلیه دریایی. هذا خطا. المركبات التي تعمل بالمحركات من وسائل النقل الحديثة. المركبات يعني وسائل ماشين، ها مركب ونوية ماشين يا وسائل نقلية كسوار مشين، ماشين وسائل كسوارش مشين، تعمل بالمحركات. محرك ونوية بمعنية موتور، محرك يعني موتور، محرك السيارة يعني موتور ماشين، محرك السيارة يعني موتور ماشين. تعمل بالمحركات يعني با موتور کار میکنه من وسایل نقل الحديث، هذا صحيح، جزء وسایل نقلیه جدید به شمار میاد. اجب باختصار عما يلي، كم قارة في العالم؟ في العالم كم؟ يتكون العالم من 6 قارات. العالم يتكون من 6 قارات. الثاني، كيف اصبح العالم قرية صغيرة؟ أصبح العالم قرية صغيرة بسبب وسائل النقل الحديثة وبسبب وسائل الاتصال.
بسبب وسائل النقل الحديثة وبسبب وسائل الاتصال. الثالث، ما الحيوانات التي استعملها الإنسان قديما للنقل؟ الحيوانات التي استعملها الإنسان قديما للنقل. الإنسان استعمل حيوانات مثل الحمار والبعير والحمير والبغال، كل هذه الحيوانات كانت تستعمل للنقل، الجمال والحمير والبغال. جمال شطور هست، حمير هم به معنای الاغ چهارپا هست، و بغال هم به معنای قاطر هست. قاطر و اسب هم در ضمنش وجود داره که نیاورده. الرابع، ما وسائل الاتصال الحديثة؟ وسائل الاتصال الحديثة السيارات، القطارات، الطائرات، المركبات، مركبات في الماء، في البحر. الخامس، كيف كان الإنسان يرسل المعلومات والأخبار في الماضي؟ كيف كان الإنسان يرسل المعلومات والأخبار في الماضي؟ در گذشته انسان چگونه معلومات و اخبار رو انتقال میداد؟ آیا وسیله بود که انتقال میده، مثل ماشینی بود، یا و نامه ای رو از طریق اینترنت یا از طریق نامه رسون و پست انتقال میداد؟ عن طریق الصوت والعدائين والحمام الزاجه. صوت یعنی صدا، یعنی وقتی میخواستن مطلبی رو به کسی برسونن، بلنگوی وجود نداشت، رادیوی وجود نداشت، تلویزیون وجود نداشت، یکی بر یک منطقه در بر بلندی می ایستاد و با صدای خودش مطلبی که میخواست رو میرسون به عموم مردم، که این عموما در سطح یک محله و حد اکثر یک روستا میتونست صورت بگیره، وسعت بیشتری رو نمیتونست داشته باشه. صوت الادائین، ادائین یعنی دونده ها، افراد معینی بودن که با در دویدن و سرعت در دویدن مهارت داشتن نسبت بقیه، مثل امروز که در مسابقات افرادی پیشگام هستن. اونها برای رساندن یک پیام و برای رساندن یک خبر مکلف شدن که از محله به محله یا از منطقه به منطقه یا از جایی به جایی یا شهر به شهری خبری رو برسونن. این شد ادائین. ادا معنای دونده. الثالث، حمام الزاج. حمام به معنای کبوتر هست. حمام کبوتر فرستاده شده، زاجل هم به معنای فرستاده شده. کبوتران رو هم در یک بره از زمان آموزش میدادن که این کبوتر نامه ای رو به پاش میبستن و نامه رو به مقصد خودش میرسون و جوابش رو هم می آورد. این هم یک نوعی از آموزش در گذشته به شما می اومد که کبوتر نقش نامرسون رو ایفا می کرد. الان شاید این نمونه خیلی کم به چشم بخوره یا اصلا وجود نداشته باشه. نتیله التمرین التالی، مفردات. طيب، هذا اكتب ثلاثة رسائل بعد كل عنوان: وسائل الاتصال الحديثة، وسائل النقل القديمة. كجا بحث نوشتن هست و تمرين بر تعبير هست. يك بحث نحوي داريم در تمرين بعدي، كه اين بحث رو بخونيم، مقدم كنيم، داريم وقت مونده، بهتر است از اين كه اين موضوع رو بررسي كنيم. بحث نحوي مون در ارتباط با فعل ماضي هست. فعل مضارع رو ما در جلسه قبل خوندیم، گفتیم فعل مضارع معرب هست، یعنی آخرش تغییر پذیر هست، و آخرش تغییر پذیر بودن به معنای این که اگر بر اون عاملی از نصب یا جزم وارد نشد مرفوع هست، ولی اگر عامل نصب مثل ان و لم وارد شد منصوب میشه، و به همین صورت لم و لای ناهی هم که وارد میشد فعل مضارع مجزوم بود. در دو حالت اعرابش تغییر میکرد. در حالت طبیعی که مرفوع بود گفتیم، و علامت رفعش هم اساسا ذمه بود، اگرچه در بعضی از صیغه هاش ذمه نیست، ولی خب این بحث مفصلش رو انشاءالله در ادامه دروس خواهیم خوند. یعنی اگر فعل مضارع مثل یذهب و یرکب و یقرأ
درش هیچ گونه عاملی از عوامل نصب و جزم وارد نشه مرفوع هست، رفعش هم در صيغه بدون اضافات با ذمه هست، یذهب و اذهب و نذهب و تذهب و همه اینها با ذمه ای که در آخر این افعال میاد مرفوع هستند. اما اگر در ابتدای این افعال عاملی از عوامل نصب ان و لن، ان یعنی احب ان اقرا القرآن، احب ان اقرا، اینجا اقرا او میشه اقرا، جون ان برش وارد شده، دوست دارم که قرآن بخونم، و به همین صورت لن اقرا هذه القصه، لن اقرا، لن نخواهم نمیخونه خواهم خوند این قصه رو. اینجا هم لن باز هم منصوب میکنه چون فعل مضارع رو نفیش در آینده هست، و فعل مضارع رو اگر باش برش لم وارد بشه در گذشته منفی میشه، لم اذهب، لم اقرا، نخواندم، فعل مضارع هست ولی لم وارد میشه منتقل میکنه به گذشته و مجزوم میکنه فعل رو، لم اقرا، لم اذهب، لم تذهب، لن لم نذهب، تمام این صيغه ها با علامت سکون مجزوم میشه. و به همین صورت اگر لام لای نهی هم برش وارد بشه، لا تذهب، لا تشرب، لا تأكل، نخور، نذهب، نرو، ننوش، لا تشرب، باز هم فعل مضارع مجزوم میشه، یعنی سکون داره این صيغه های معینی که بهش ملحق وجود برش نیست، اذهب، اکل، اشرب، نشرب، تشرب، یشرب، همه این صيغه ها با سکون علامتش جزمش ظاهر میشه. این در ارتباط با فعل مضارع بود که قبل در درس گذشته خوندیم. امروز ما درس در ارتباط با فعل ماضی میخونیم که فعل ماضی برعکس فعل مضارع مبنی هست، یعنی اینکه تغییر در شرایط مختلف استفاده در ضمن جمله تغییری درش پدید نمیاد، مبنی یعنی اینکه تغییر ناپذیر، یعنی هیچ گونه تغییر و تحولی در حرکات آخر فعل مشاهده نمیشه. در این ارتباط میگه که یبنو الفعل المضارع علی الضم، مبنی هست. چطوری مبنی هست؟ میگه یبنو علی الضم اذا اتصلت به واو الجماعه، اگر آخرش واو جماعت یعنی واو جمع باشه با ضمه مبنی هست. یبنو علی السکون اذا اتصلت به تاء الفاعل، اگر آخرش تاء فاعل یعنی پسوند فاعلی ت بهش ملحق باشه، این چه ت مخاطب باشه و چه ت متکلم باشه، در هر حال این در این حالت سکون هست، مبنی بر سکون است، یا نا هم باشه متکلم فاعلین یعنی متکلم، متکلم جان، یا نون زن نصفه هم باشه باز هم مبنی بر سکون هست. و یبنا علی الفتح فی ما عدا ذلک، و غیر از این موارد بر فتح مبنی هست، مبنی بر فتح هست. پس ما فعلمون ماضی مبنی هست، سه علامت داره، بر سه وضعیت مبنی هست، یا بر ضم هست که در آخرش در صورتی که واو جماعت باشه بر ضم هست، یا بر سکون هست اگر در آخرش تا فاعل یا نا فاعل یا نون باز هم مؤنث باشه، و مبنی بر فتح هست در غیر این موارد دوگانه. دقت کنید روی این مثال اگه پایین آورده، صنعوا المراکب، ساختند کشتی ها رو، صنعوا، صنعوا آخرش عین هست، فعل ماضی عین هست، آخرش واو واو جماعت هست، اینجا مبنی بر ضمه هست چون در آخرش واو جماعت هست. الناس تحدثوا عن الشبکه، مردم در مورد شبکه صحبت کردند، تحدثوا باز هم واو جماعت هست، و سه که آخر فعل به شمار میاد مبنی بر ضمه هست. الطلاب حصلوا على الجوائز، حصلوا باز هم واو جماعت هست و لامش مذموم هست آخر فعل. فازا فعل مسابقه، اون دو نفر در مسابقه موفق شدن، این الف مثنا هست و ز آخر فعل هست که مفتوح هست، فتحه داره. به همین صورت نجحو فی الامتحان، در امتحان
موفق شدن. اینجا واو جماعت هست که باز هم مبنی بر ذمه هست. جلستو هناک، جلست هم به همین صورت سکون میشه، جلست، جلستو، جلسنا، همه این شرایط، کتبتو، کتبت، کتبنا، حرف آخر این افعال ساکن هست که مبنی بر سکون میشه. اگر این دو موقعیت وجود نداشته باشه، یعنی اتصال به تا فاعل و نا فاعل یا نون نصفه نباشه، کتب نه، شکر نه، شکر نه، فعل مضارع میشه مبنی بر فتحه در این دو موقعیت. آخرین مجموعه که آورده کان الناس و یسافرون مشیان، کانه دقت کنید مفتوح هست، سنعه آخرش مفتوح هست، ظهرت بازم مفتوح هست، را آخر فعل هست، اسبح بازم آخر فعل ها هست، اخذ بازم آخر فعل ذال هست، که همه اینها مفتوح هست مبنی بر فتح هست، فعل ماضی. این بود بحثی که از قواعد دستور در این قسمت از کتاب وجود داشت. انشاءالله باز هم در درس های آینده وقتی که رسیدیم به این مطالب مروری خواهیم داشت و یادآوری خواهیم کرد. همه شما را در درس دیگه به الله متعال می‌سپارم و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.